سازمان جهانی نفی خشونت درخواست یک رهبر حزب سوئدی برای تخریب مساجد در سوئد را محکوم کرد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمانان آزاده طی بیانیه ای اظهارات افرادگرایانه جیمی آکسون رهبر حزب دموکرات سوئد را که خواستار تخریب مساجد در سوئد شده بود به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سازمان جهانی نفی خشونت خواستار مسئولیت پذیری شخصیت ها و نهادهای دولتی در برابر این گونه سخنان نفرت پراکنانه شد و این گونه موازه و سخنان را باعث آسیب رساندن به صلح و امنیت بین المللی عنوان نمود. در این بیانیه آمده است که رهبر جناه راست افراطی در سوئد خواهان مصادره و تخریب مساجد مسلمانان شده است که این سخنان غیر مسئولانه بیانگر ماهیت برنامه های مشکوک است. این سازمان همچنین تاکید کرده که هدف از این گونه بیانیه ها بی ثبات کردن امنیت جهانی و ایجاد نزاع بین مردم و جوامع صلحجو در داخل و خارج از اروپا است. در این بیانیه همچنین آمده است که این سازمان بر این باور است که مقامات سوئدی به طور مستقیم با افرادی که در صدد اعمال خشونت و درگیری می باشند از طریقهای قانونی و امنیتی در حال همکاری و تعامل هستند. سازمان جهانی نفی خشونت بر این حقیقت نیز تاکید کرده که ارتباطات و حامیان پشت پرده این گونه چهره های افراطی با اهداف و پشت پرده های سازمان های تروریستی مانند القاعده و داعش هیچ تفاوتی ندارند این سازمان نسبت به اجازه دادن به این احزاب افراطی برای ادامه اقدامات خود در داخل سوئد هشدار داده و تاکید کرده که لازم است با آنها برخورد جدی و بدون هیچ گونه مسامحه صورت پذیرد همزمان با این درخواست سازمان جهانی نفی خشونت خواستار تلاش بین المللی برای مبارزه با این گونه افرادگرایی ها از نظر فکری و فرهنگی به دلیل تهدیداتی که صلح جهانی را نشانه گرفته است شده است.